خیش بعد 8 ماه بیشتر از مارچ تا الان میشه چند ماه؟ زیاد حساب کنیم بعد یه مسافرت داریم شده. تفاوتش اینه که فندق هم میاد. آره فندق از ما خوشحالتره. داری میری مسافرت؟ آره ما میری برم بابا سلام نکرد بایستم یه بقلم بیا یه سلام کنیم بشی داره بچه ها سلام ما برگشتیم با یک ولاگ دیگه. امروز ما همجور که میبینید چمدون بستیم و داریم میریم شب خونه سارا بمونیم. یعنی دیگه یعنی ما رو میندازیم بعد افتادیم که برای اینکه دیگه یه حال هوای عوض کنیم. البته نه به خاطر خدای حال هوا نبدارم براتون میگم برای چی بود. دو تا هفته پیش بود که کمتر نه دو هفته شاید یه هفته پیش اینا بود که سامی گفتش که من میخوام یه ویدیو بگیریم با هم همگی. بعد مثلا کجا بگیریم و چیکار کنیم و این حرفا. ما اول گفتیم خب بریم کارخونه، بعد گفتیم خب بریم خونه ما، بعد گفتیم نه حالا بریم خونه شما. خلاصه کار ندارم. آخر سر به این نتیجه رسیدیم که بریم کارخونه بگیریم یا خونه سارا بگیریم. بعد یه داشتیم میگفتیم که وای نمیدونم حالا ویدیو گرفتن چقدر طول میکشه و این حرفا. بعد یهویی گفتیم خب ببین نداره میریم شب خونه سارا دیگه، شام و اینا اونجا زحمت میدیم بهش هستیم، بعدم شب میخوابیم. چون اون موقع یادتون باشه یه دفعه استوری بود ولاگ نبود که بچه اومدن خونه ما موندن، خیلی خوش گذشت. برای همین گفتیم حالا یه دفعه هم بریم اونجا دیگه. آها اینم میخواستم بگم که اول من به علی گفتم علی برو یه دونه از این چمدون بزرگامون از تو چیز بیار از توی گاراژ. ما اینو چون وسیله خودمون که واسه یه شب موندن اونجا مثلا چیزی نمیشه که توی کیفم جا میشه، این تو رو ما با وزنه‌های تو پر میکنیم که مثلا وزنه. آره هم سنگین بشه هم چمدون بزرگ باشه که میریم اونجا عکس العمل سارا و چیز بگیریم فیلم بگیریم و اینا. آقا ما چیدیم اصلا پر شده دیگه، یه جوری شده که دو تا دیگه چیز بذارم مثلا درش بسته. همه هم وسایل خودمون، این اصلا چیزی نبوده که بخوایم اضافه بذاریم که سنگین شه و اینا. سامی چرا کلاه منو گوشتی سره؟ رفتم سلمونی برای همین موهای مریضم چون درست کردم موهای مردی کراتین کرده. بخی الان خب اونو گذاشتی که میره. آها نمیتونی بشوری؟ یکی که میخوام برم حمام نمیتونم بشورم. تا 7-8 روز نمیخوام بشورمش. 7-8 روز؟ نمیخوام کراتینش بره دیگه. خیلی هم خوب عزیزم. همینجوری هم خیلی خوبه. من تو استوری دیگه نمیگنم موهات خرابه. آره میگم قشنگ بشکه حل میشه مثل قارچ سینا بود. خب چیکار میکنی؟ عکس علی چرا اینجوری کردی؟ عزیزم قسمت برنامه است که شما نمیدین. عکس علی هم میدونم قسمت موهاشو حذف میکنم. کاراتو کردی؟ چیزاتو جمع کردی؟ نه واقعا همه مونده. خب پس با جمع دیگه کار کلا رو از سرت در آر مشکل. نه بادم همون ما با باشه باشه ما بریم اینجا. واو یعنی این صندوق مثل چسب میبریمه تو رو قربونت برم. این کرده دوباره چمدون اومده اینا لابد میخوام یاره من رو هیچکی هم ندادن آخه این دفعه چیه داستان زیز من. ای بابا دلش کن حالا نبندم چی میشه؟ ممکنه گیری بدن تو بار گیری بدن. حالا من همچین نگران دور خودم میگشتم بابا چیزی جا نداشته باشیم فلا. علی گفت حالا چی میشه مگه 10 دقیقه راهه. گفتم یعنی واقعا اگه چیزی جا گذاشته باشه مثلا تو میری بیاری؟ گفتم نه خیلی قاطعانه دیگه ما بریم تا فردا صبح تلپ میشیم به قول آریان دیگه تکون نمیخوریم. به نظر سامینا رسیده سارا گفته بود 6:30 بیاین. فکر کنم نرسیدن تو همیشه سامینا بودن. آره همیشه مثلا میگی 6:30 بیاین یا مثلا میگی بین 5 تا 7 بیاین سر ساعت 5 میان. حالا الان من نمیدونم بسه ولی بعد اگه با هم یه جایی دعوت باشیم هم موقع که میرسن به ما زنگ میزنن کجایی؟ بعد تا ما نرسیم نمیرن تو فکر کن مرا
معرفت دیگه کاریش نمیشه کرد به قرآن. حالا بعد اینجا برای تور اتاق هم بزن زنگ بزن شاید در بازه. بیا فنده بودو بیا بودو بیا بایی کلا افتری شال اجنبیه. بابا سارا خانم احوال شما چطوره؟ احوال شما فکر کنم الان میگرخه چمدون رو ببینه. ویوی خوب داره سارا خانم. این یکم اوکی این چمدون آوردین؟ ماشین میخواییم بریم تو؟ نه قربان تو چی شده؟ خواهش میکنم خواهش میکنم. من در حال فیلم گرفتن از خانومم که برقصه. خوب هستی سارا خانم؟ مزاحم همیشگی به خدا. مزاحم همیشگی. قرار بود ما ساعت 6 و نیم 7 بیایم دیگه. بعد من زور با سانی صحبت کردم گفت ما ساعت 6 و نیم اونجاییم. الان ساعت 7 و 52 دقیقه است، یعنی 10 دقیقه به 8. کجا موندن اینا؟ حالا ما شامون رو خوردیم. بعد من نیم ساعت پیش، نیم ساعت هم بیشتر، روز مثلا 40 دقیقه پیش بهش زنگ زدم کجاییم؟ گفت ما تو راهیم. الکی مگه میشه به خدا گفت کجاییم بریم ما تو راهیم؟ گفت الکی که حالا الان میاد اینجا ما تکلیفش رو معلوم میکنیم. بریم زنگ بزنیم دوباره بزنیم. چیکار دادن؟ چون سابقه شون هم تو اینجا که اومدن دیگه فیلماش هست دیگه تو بیرون و دیگه داستان و بالکن. بعد آخر ولاگ اسباب کشید. کجا میری حالا؟ ما میریم دیگه. شما مال هر وقت که چیز بود بیارید. فندق هم خوشحال که فیلم برداریه. چقدر رمانتیک خونه. سمی چیکار میکنی؟ عکس علی درست کردم. مورو میکنه ولی بعدش ها یه ذره چسب بیشتر بزن. نه خوبه بسه. در داره میاد. این به میچسبه موام در میاد. ولی این بکنمش من میدارم چی با هوا دارم. چرا خونه نچسبوندی؟ بابا دارم چورا میکنم دیگه این کارا رو. سمینار تموم شد راه افتادم. آقا ما میخواییم یه بلایی سر این سامی بیاریم اون بر ایشون یک موشه. بذار من زده نور میشه بندازیم تو تومبونش. یه دونه موشه بسیار زشت. میگم موش رو تو فوکس میکنه. اینو میخواییم ببندیم به سامی نفهمه و جیغ بزنه بخندیم. میدونی چی کار میتونی بکنی؟ ببندیم به شلوارکش که شب میخواد بخوابه بپوشه. خب بعد اینو قایم کنیم شلوارکی برمی داریم هم بیاد بپره بیرون. آره اونم میشه. میخوای به کتی بگی؟ یا ببین با اون همکاری میتونیم بکنیم اگه بخواد. میشه میتونیم اینو یه جوری تو از پشت بکنیم تو جیب شلوارش. اینو بعد این دنبالش میده هر جا بره. اوکی اوکی آره. بعدش هم اون چون ما کلن همجور تو جیب هم دست میکنیم کلن کاری نداره. بله با اسپیکر اومد. سلام آقا صبحانه می اومدی؟ خدایا میدید چقدر این کار گرفت؟ آقا وای اصلا ترکون سیستمو یه درد ترکون دارم اینا رو. آخه نگاه با خود بهتر از اون رو کتی به من بگیر. 12 ساعت اینجا میمونه. خب اینه وایسا اینو بگیر. حالا وایسا اینجا برگشت رو میگردم. همه چی شوه این بشر همه چیش. تو باید خیلی زودتر از اینا سامی تو فضای مجازی پا میذاشتی. بیا کن شما این لباس الان برای لباسی که من میخوام. انقدر تاریکی که بذار من برم اون بر. این لباسی که من برای این لباس فیلم میخوام بگوشم. این برای لباس الانه.
بعد این بعد لباسی که تو حیات میخوام بپوشم یه لباس مخصوص. اون پلنگیه چیه؟ تو از این لباسا نمیپوشی؟ علی اینجوری دوست داره بپوشم. علی دوست داره شب برای پلنگی بپوشم. چی تو پلنگی هم گرفتم. تتیتم که کردم. دیگه چی میخوای؟ دیگه بعد بالاخره پا بدی. خیلی باحال. لو کن تو ماشینشونم پر خدا. آفتابه کو. شماها کمپینگ بخواید برین چیکار میکنین؟ آفتابم کو. یکی سامی داره مووین میکنه اینجا. یکی اینا رو یکی میگه من برم بعد کیفامو بیارم. اوه. من فکر کنم کم تدارک دیدم. آره با این وضعی که ما اومدیم با چمدون اومده فکر کن دیو. اصلا قرار نبوده مو کرتین کنه. حتی دیگه قرار بوده. حالا مالا میگن سگ شکاری موقع شکار چیزش میگیره. میگه که من اینجا به خاطر اینکه هر کاری میکرده این صاف نمیشده دیگه باید کنه. بعد اومده نه خیلی باید جالبه. بعد اومده خونه شروع کرده که اینو ژل زدن روی. وو. این میگه مگه تو وقتی کرتین کردی خودت نباید به این آب و ژل بزنی و تو نه آخه بی... بعد اومده پول تو جیبش زیادی کرده بوده سنگینی کرده بوده. آقا من پیش علی میخوام. غلط کردی. زد شده. عمرن. نه. کتی که گفتم میخوام مو بخوام. نه من کنار علی میخوام. اصلا من امشب لباسی رو که علی دوست داره من براش بپوشم. خدا. علی رفت. علی توفق محو شد. علی خب بگو. راست میگه یه حرفی بزن هم میخندی. چیه داستان؟ ولی من باید بگم. نه. علی دوست داری بگو. من باید بگم همزرم. تو هم چی تو بگی؟ هستیم. نمیدونم چرا ولی اونقدر من سردم. من میدونم چرا سرد. میریم که داشته باشیم. دیگه اندازه اولش آب سر باد رفته بخاطر خیلی عجیبه. در سرما نه همسایه من گفتش که ساعت 7 اینجا نمیتونی بکنی بالا سر چراغه. خب دیگه چراغ نباشه نمیبینی. خب بذار این میم بذار. اوه صدف خانم ورزش روز صبحگاهیشو داره انجام شبگاهی البته اینم فندقه اینم تو حالا نمیخواد فردا بدن درد میگیری اینجا میذارم که همور داره هم به اینم زغال و استاد مثل دی جی ها شدی اینجا وای میستن نه بگو من میستم نه تو چرا من ردیفش میکنم دامان برای چی آورد میخوام بیاد بگیرم بابا من حالا خودم نه سارا جان من میکنم فقط شما این دوربینو بگیر ولش کن چیزی نیست آخه چیزی نیست این ببین سیستمش هم اینه که اصلا اینجا باید باز کنید نه اینکه چقدر بریزی اونا دیگه بر میشه دیگه این به من دو جور زغال دارم افایا یه دونه اینه که هارد بوده مثل این خوبه این که چون خودش مواد داره این زغال و مواد با هم میاد بلاره گرد چایی گرم لوژ خانوادگی بالا چای تازه دهم بفرمایید. خانم هنوز آماده نیست که. خب میخوام جمع گرفته میخواد بشینه دیگه. سارا اینجوریه که میخوام بشینه. کاراشو بکنه و بشینه. فکر کردی. چرا تو سوال نمی‌کنی؟ فنی ها رو از سامی باید بپرس. من دفعه بعد بپرسم. آقا بفرمایید. من همیشه رو باربیکیو معمولی. آره چی؟ باربیکیو سلام می‌کنی. خودت چی زدی؟ ما داریم کجا میریم؟ خود اولین نشه اگه بعد بود شو فوش ندی. مطمئن باش بعد. ماست. سوال اینه که اوه 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 ما داریم کجا میریم؟ معلوم نیست چرا این زعفرون زدی؟ زعفرون نزد زردجوه است پس که این چی زرده نه این از این هست که توی مثل بابا باز تو خسیسی کرد بابا خود این مثل خسیس نبود این خسیس رنگ میریزه رنگ این از وقتی خونه خرید اینجوری شده سفید یخچالی جوجه بفرمون ریخی نبود حالا این جوجه بفرمون الان بیارم چیو موجه و پیاده حالا هنوز گاه یه ساعت یه گاه داره گوش بگیر این شاورکم رو به من داده کلاه حمام این کلاه حمام به خدا ما میردیم هتل هایت صابون بلند میکردیم یادته آره آره نمک تو فلفل نون دفتش یاد داشت خود کاراشون آره همه رو یادم خدا از هتل بشه نیا اصلا این جنس بیرون میفروشه به نظر نه نه بابا میگه بیرون خریدم سارا به خدا اینو معلومه دوزیدی
اینو من همه رو این ریختی میدونی از کجا دزدیده؟ از رفته سر اتاقی که اینا رو همه رو انبار نگرد اتاقه آره آها اتاقه این طوری آره. آره. کیسه با تگ آره بیا تگ میدی چای من هر موقع میخواستم رد شد آقا اینو بگی شما اینو خریدی شما؟ بله من اینو خریدم دیگه میگه خریده بارکد هتل هایت فای فای حالا بذار تو این موهاشو نمیدونم چیکار کردی سام این موهاتو هفته بودم پیش شنجینی رو کرتین کرد کرتین کرده این مجبور نایلون بکشه یک ماه هفته نمید بریم همون واقعا میگی؟ من نمیدونم من چند روز دارم همون سه روز نمید برم همون این زلفامو که عرض کشی میکرم ببین این اگه موهای من نسوزه اصلا مهمه فقط بدود نگیرم نه آخه ببین سامی به چه هم مثلا وایساده دم دود هی اینطوری میکنه آخر بهش میخواد چه نبیری اون ور سامی خفه نشی اونجا خودکشی نکنی خودخفگی خدا داره میسوزه بابا خب بود سامی منو نگاه کن بابا ده دفعه تو میره این مارو من رو میکنی سامی نفس بکنی بپا بپا نری تو منقل حالا داستان شروع شد آقا من اسم میدارم اینه زیادی بلدار شده اولا سامی عوض کرد کلاشو که این یکم عایق‌تر باشه ناملیمو داره بچه ها میگن آقا این بلدانه چون که زغالش میگی چیز بود این روهاش سوخت وگرنه تو نپخته من خودم ولدانی نیستم به اون صورت بالا نپخته میخوری به خدا من خام یکم جوسی دوست دارم یعنی آبدار من برمیدارم اگر نپخته بود مسئولیتشو خود من خام خارم آخه اون کسامده به مال دوباره بهش دیگه نمال مشکل کار مسامی دارم مشکل اینه که من خام خارم مشکل نداره من خام میخورم کلا نیست سره ولی واقعا خام نیست چه تا؟ با لباس بیرون اومده لباس تو رو خوده این شیل یه لباس واسه این بخر کتی 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 سارا اینا رو داره نمیاره تو من اینا به برنامه کتی میخواد بشوره بابا بذار اون گوشه تو چی خواهد باشه حالا بذار شو سینک اینجا نذار یخ کرد خدا خدا یخ کرد تو رو خدا قیافه اینو مثل چیزا هست این پیرزنه که توی تاموجری هست همش قرور میزنه کتی تاموجری حالا ببر تو کسی نمیشه صاحب تام صاحب تام صاحب تام علی دوغ هم داره پرده و اخ اخ دو پرده برداری کن پرده برداری جان جی جینگ به 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 بسه بسه تعدیق میخوام بخورم ببخش تعدیق کو آنه چه لقت به من میزنی؟ بابا آمان... حالا یه تعدیق الان امشب درست کردی اینه تعدیق با بده به من رو گوش کن خواهش تعدیق سیب زمینی با سمون میزشی آقا شهر رنجی کن آقا شهر رنجی کن این تعدیقه؟ چی هم؟ دست به دست دارم چی داری؟ ترشی لیمون ترشی لیمون چیه بابا؟ من ترشی لیمون دوست ندارم آقا نه چقدر لیمون دوست دارم به به تو نه خدایی من لیمون دوست ندارم چی آخه مزه مزخرف میده چه مزه مزخرف میده حالا چه شای تو بس به خدا مزه مزخرف میده همه این چیزایی که میمیزه خوشمزه است تقصیر منه من واسه این که نمیتونه فلفل بخوره درست کردم جدا بدون فلفل فقط با نمک برای همون برمزه است بعد میگه کبیر لوت بود خب چرا کنم من مشکل جوس نداشتم چی بود مشکلش خیلی بد بود بکنم جوس چرا بد بود خیلی خوش بود اونی که من دادم یا اون که خودت دادی اونی که خودت دادی عزیزم زهر نزن بچه ها به قول سارا بفرمایی سیر بعد آجام من بعدا برمیدم خود سیر میخوری یا ندم رکبابی آبا وایسا وای خدایا چه گناهی کردیم چی شد رکبابی خیلی عالی شد دست من دست من دست من دست مامان من مامان من الان اینجا چیزه خدا بهش تاتو نداره به خدا چی درست کردم دیگه میشه من نشم من یه من صبحونه اون سو اوی اوی واقعا دهان تو چرا میتوری تو اینو ببینیم چی شد بچه بیا کبابی کبابی تو رو قرآنی ها کن نشو نشو ما چون ولان دوست دارم اینا ولان دوست دارم من ولی خام دوست دارم شما اون برش رو باقی نکن با اون دیگه خوب شده خوب نه خوبه خدا بابا یه شب ما نتونستیم کباب بخوریم بدون سوختگی و سامی خوبه هر چی کثافت کاربن بود تو بچه زنگ بزنیم آتش نشانی اوضاع چشاتو ببند خوبه اینو رو زنگ ده نفر آدمی بهتون گفتم
جلوش چیزی حواست نیست. من یادتو بندازم؟ اون علی که بغل من نشسته. به من آی تو آی نگاه نکردی اینو. دخالتی کلا نمی‌کنم تو این سیستم. آی تو آی نگاه نکردی بگی. بیا دارین اون به من میگه نمیگه بکن نون کباب. بیا. بده چلو میگه. عزیزم نه جلو می‌بینی نه. تو سرت کنن. الان من نمیتونم، من باید به این چی بدم؟ هیچی بایستم اینا این زیره، بابا تو چی داره ماهی میگیری؟ اینا بردار نه ها بردار نه من نمیخوام اینقدر با پاکتی چرا میذاری تو آشپزی دیگه نمیدونم دور ریختی دور ده من تو دور ریختی خدا قهرش خدا قهرش تو آشپزی چه نمیدوشتی؟ خدا نمیدوشتی صبح همینا رو باید بخوری نون نداریم آقا من یک غذا وجدان میگرفتم از بچگی اگه یه تیکه نون اضافه میمد نمیدونستم اینه چیکار کنم چه غلطی کنم کجا بذارم کجا دستمانی پیچه میدونم دور نه من نمیداختم دور من میداشم بالا یه دن دلقه من بیچی میگیره بالا اصلا کسی برداره بله خب چی آخر؟ واقعا کسی که رد میشه میاد اون رو برداره بخوره؟ الان پرنده یه چیزی برمیده الان بوده بزنه یه برنده برداشیه یه سوال مادم نون با مرغ فرقش نه نون یه چیزی دیگه مثلا دیگه نونشو میگن آرده و گندومه مثلا همیسی از اون هم آره دقیقا نون حیمونه خب دیگه برد ولی به نظرم هم جردن اون موقع خب شاخ بود تموم شد کدوم موقع؟ شاخ مجازی من بودم سی و چند سال پیش سه سال پیش تموم شد اون سه سال پیش جردن خیلی بود چرا چیرش میگی؟ جردن دهه دهه هشتاد جردن دهه هفتاد آخراش هشتاد شد جردن سرمش میگی فداشتم بردن داشتیم میرفتیم خونه شون در یه شهر زمان جنگ جردن شاخی بود که باقه ورش اصلا تو میدونی کجا بود؟ میدونی کجا بود؟ باقه ورش جردن بود؟ باقه ورش پاکیره هم میگی؟ شاخ باقه ورش؟ عزیزان دل که بیگاه میکنیم باقه ورش اصلی تهران تو یکی از خیابونای جردن بود دیگه بدتر دو تا شیر طلایی هم اینجوری بود ببخشید از که نه از که تا حالا مثلا محل ما اینجوری اسکان واقعا شده چرا میبینید آقا کجا جردن واقعا بخشش من شما برای که اصلا به دنیا نیومده بودین فکر کنم درسته من چم سر دهه تو به دنیا اومدی نه من حاضرم که شورت بذاری تا حتی از بابا جردن عزیز نه من میگم میدونم من چیزی نمیخوام بردارم من این همه چونه زدیم من فقط یه ساعت جردن بودم بعد رفتیم من کجا رفتم؟ چی شد سمی؟ از فرشه چی شد؟ از فرشه که رفتم سعدی بعد همون اخلاقیات فرشه رو با خودم دارم با تو صحبت میکنم بعد بچه ها خود صدا میکنم بعد از همون اخلاقیات فرشه رو با خودم برم در سعدی یعنی کار بسی اشتباهی بود پس داری میگی که بچه های فرشه خیلی اخلاقشون فرق داره سسول بچه های سعدی سسول بودن بعد من مثلا وقتی با این یقه اینجوری میرفتم پیرن تن در ماه اینک شب اشتباه بود این کار در سعدی ببین هی داره تصویرت میاد زلوی چشم ببین بعد رفتم میوه خریدم هیچ وقت یادم نمیاد میوه خریدم میوه رو آوردم خونه من موزاین گفت اینا رو آشغال بدم نه اچ دی میگه خدا بخواد مامان‌بزرگ بهتر آخه این مامان‌بزرگ شریف کرده آقا جان این مادربزرگ زنگ میزنه به زنگ میزنه میوه فروشی میوه فروشی بوده سوپر میوه بوده میگه که میوه بیار وقتی که میوه رو میاره خونه میبینه که میوه مثلا لک و پیس داره میاد که به آقای زنگ بزنه سایه میگه که نه من دارم من میرم خیلی سر وارد میشم نه نه حق ما رو زیر چیز بودم زیر سوال بودم من میرم وارد این وضعیه بشم برخورد کنم چون یه بار یه اشتباه کردی افرا رو شما کنه بعد رفتم اونجا یعنی کارم شروع بودم چی شد بعد خب من رفتم به آقا گفتم که آقا این میوهتون چرا اینجوریه؟ با همین دقت و اینک شبه دارم اینک شبه من همیشه اینک شبه میزم چون چشم اذیت میشد آها همینجوریه بود من گفتم آقا این میوهتون خیلی خراب بود بعد برای چونش که میوه بهتر دوست داری گفتم زردابتون خراب بود بود زردابتون بهتر دوست داری بدم داری داره جای باریک میشه گفتم ببخشید این هندونه در بازارتون فرو میکنم بعد آخه خیلی یعنی گفتم یارو دیگه مثلا شاید بگرخه مثلا همه فاصله بگیره یارو تو چند ساله بودم با؟ من دوم دبیرستان بودم بعد یارو چند سالش بود؟ یارو خیلی درازه خیلی بالایی بود گفتم من خجل بشه از این حرف من خیلی حرکت بدی کردم چون آقای به خدا میام پرتقالو برداشت زد تو سرت نه همون پک از تو صورتم بعد من اومدم جا خالی بدم خوردم به میوه مثلا توتاش همه ریخت وسط زمین وای کسافت توتای منو می‌ریزی من
میاد اسم توتار جوجه سیب خیلی بد من فکر کردم مثلا گفتم خوشباشم چه احساس چیز نمیگم پس چی ولی چی باز تو ببینم مثلا نداره میاد اومد پرتقال رو برداشت دوباره به خوده یه پرتقال اش کنید سر من نشونه گرفت من یه های قد اقا بقا بگم ترسی یارو داشته بگم خودم یه موتوری خودم دیگه به خدا خودم توی یه موتوری افتاد زمین یارو پرتقال رو پرک کرد خود سومتر سرم حرف نندونه من خیلی بهش بحر بعد ببین واقعا همیشه خورتونه من نفسم من نمی اومد بعد اومد ترسیده بود خیلی شهربار قهوهی بود اومدم بعد بلند شدم میشه گفتم که من از چی میترسونی؟ من عقب عقب داشتم فرار میکردم فحش میدادم بعد شروع کردم به پدر مادرش اینا فحش دادم بعد افتادم تو جو که کمدی و فیلم بسازی بابا تو داری با یارو دعوا میکنی که پشت تو گیره ببینی بعد کفش کلان کرد و آب برد بابا دعوا میکنی که به سمت یارو میری تو چرا داری ازش دور میشی نه من فاصله گرفتم که اگه اومد من بود دری بعد من کفشم کرد یهو اصلا دعوا بهم کرد خوشبختانه کفشم دوباره کفشم دویدم بعد خیلی بد شد که مثلا ببین ماها من همچین برخوردی کردم پا برنه وسط خیابون سعدی رفتم در خونه این آقای در مغازه آقا اسمش بود حسن مرغی اگه هست یاد بعد یه آقا حاج حسن هم بهش میگودم من نمیدونستم اینا بهش میگن تو خونه میگودن حسن مرغی نون میخواد بعد برای همین من کجا میزید تو خونه اینا همش اینا میگودن حسن مرغی تو مرغ فروشی داشته اینا بهش میگودن حسن مرغی نه بیچاره حاج آقا بابا سوالی از کسی بپرسید اصلا به سامی چی بابا بذار من حرف من کمشو بره بعد سامی میره اونجا میره در مغازه شاگرد مغازه بوده بعد خوابیده شده بوده خوابیده بوده میگه که بگو حسن مرغی بیاد به شاگرد مغازه حسن مرغی کجاست من گفتم منظور حاج آقا شکایت کنم بعد که همین آب بقال حسن مرغی چرا چون جل مادر پدر بزرگ و مامان سامینا اونجا یه چند تا مغازه اون برتر مثلا اینا چند ساله که مثلا از قبل انقلاب اونجا یه خوشویی داشتن تبلیغ بقیه همه اونجا اینا رو مثلا میشن لباسا رو خود رو به ما میسپرن وقتی میره اونجا شده مغازن دیگه نیست اینم دیگه اینطوری نالون رو گریو میاد میره خونه مادر بزرگش اونجا بوده میگه چی شده مامان بزرگش هم عصبانی میشه زنگ میزنن به کاسبای محله همه اینا جمع میشن میرزن مغازه یارو بعد چی میشه بعد میریزن بعد اینو بگو میریزن بعد نمیدونم من نفهمیدم چی شده بود شب که رفتم دوباره با مامان بزرگم بیرون رفتم در مغازه پسر حسن مرغی تیپ آب میوه نه رفتم آب میوه بخوریم بعد من یهو دیدم پسر حسن مرغی سرشو بسته گفتم خدا بد نده نمیدونستم چی شده گوشی نه خدا بد نمیده گفتم خیلی حالتون بسید بده چی شده؟ اون وقت چی بود داستان؟ بعد رفتم مغازه هستم مردی دیدم خود احسان مردی وای شاگرد هستم مردی دستشو بسته بود من بودم شما چی شد؟ من بگم مغازه با چوبون همه من کلکره رو کشیدم پایی بودم گفتم این نوی مثلا آقای فلانی بوده شما به چه جور آقازاده ای؟ آقازاده ببین پسر حسن مرغی رو آچو کردن تو سرش من اوه پسر حسن مرغی بیاد دایره بچه ها بچه ها اوی چه نه چی بود نه اون در دوبون نبود خب بعد من فهمیدم که ریختم من نگو ریختن تو مغازه یارو ریختن نریختیم نه ریختیم من خونه بودم
ریختم تو مغازه یارو کرکرن کشتم پایین. بعد نگو تو سر کارگر حسن مرغی با چوب زدن با. تو سر پسرش آچار کردن. بعد من اینا زدن پای کیلو شیکوندن. بعد خلاصه پلیس اومده مغازه رو بسته. بعد من گفتن که از من شما مثلا این اتفاقات رو به خاطر شما شده. گفتم من راضی نیستم مغازش باز شه. من بیاری من از نه این اجازه الان بگم بهش گفتم آقا من لذت نمیدم. بگو اصلا لذت شما کسی نمیخواد. ما دعوا کردیم تو ربطی نداره مثلا. ولی نگو مثلا یه دو روز اینا اینجوری بوده. بعد من مثلا هر روز از بغل مغازه رد میشدم. ولی مثلا زیر چشم بودم این من حواسم تو نه میبینی بغل نه من بیارم میشه مرغیه مثلا به مرغیه میگفتم این حرفا ما میش میگیم بقال ولی واقعا مرغی بود دیگه ولی تو گفتی من هر روز از جلوی بقال رد نه بقال همون میوه میوه رد میشدن که ببینم مثلا واقعا در چه حالیه مثلا مثلا اسخای میخواد بکنه اینا ولی هیچ واقعا اسخای نکرد نمیگه این داره میگه به واسه من کو بچه ها چی بپوشم مجلسی یا نه من دو دست لباس دارم چند تا آوردی من سه دست لباس دارم ببینیم ما ببینیم اینا من این بذارم ببینم این شبکه اصلیه نه این که مایو اسامی آقا این نه این مایو نیست خفش مایو این ببین این چیز داره نه نه برو 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 داشتم اینو چک میکردم تو اتاقی کی بود؟ مگه دود هست؟ علی تو رو خدا نه نه بیا بابا حالا که دیگه زنگ نمیزنه چی بپوشم؟ آقا این خوب دیگه چی داری؟ دیستم ببخشید چی؟ همشون؟ چی میگه بابا امشب چی بپوشم؟ آقا اینو ببخشید چه خبر امشب؟ من نمیدونم برای بایدو. ادامه برنامه اینو میتونم بپوشم اسپورت ویر منم پیرنه بپوشم پیرنه نه اون برای منه برای علی بود بپوشم شما رو آیا سری کردی؟ نه یه چیزه ریاکس بپوشم اون برای منه برای علی بپوشم شب اون لباس شب منه برای علی خب بعد اینو دارم یه دونه پیرنه اسپورت آبی دارم یا اینکه اینو بپوشم من دیگه شلوارک بپوشم اینو آره آخه این ببین این برای علیه که میگه مثل کنگر چی میگه؟ لنگر علی رو میگیرم به خودم بگیر میکشم. من میگم بگیر روشن همیشه باشه پس هم نروشن من میرم اونجا لباتم تو برای دیدم چرا میرید؟ تو نداره چیه؟ تو هم خدا رو میخوایم یک شنگار بایداریم کجا میرید؟ مثل این اگه چیگه راه مدرسه آدم رو خفت میکنم چرا بیشوری؟ چرا همه تون رفتی؟ پاک تو سرتون کنم بیا بالا فرمان بیا نمیام من رفتم بیرمش نمیام بیا بالا بیا نکن چه صحبت؟ چی؟ آم گرفه ایشم آم گرفه ایشم چی؟ خودی جفا خوندن گرفه جوبار خودش میگیره خب دیگه چی بپوشم براتون؟ بیه دیگه کشی میگیریم؟ فردا بگیرم کشی بگیرم یه کشی بگیرم فردا یا فردا ها چی؟
و داور وسط به سوی خودش میده و باز آغاز میشه. یا علی همون انگیز شماره یک یه رای چه قوس میکنه برای خود چه خاک میکنه یه قوس زیباست فقط دو فنیار یه فکر میده به سبت که بوبار میشه های های مفق میشه فقط حریفتار داشت به هم بزنه به خود میشه دو فنیار فیتر میشه بارانداز میره برای جفن بارانداز حالا مچه پارو گره میشه که بتونه پایه یک در یه پار بخواد پارو چون اونو بزنه که داور وسط بود یه پنیار دستان هم خودش کار میکنه یک بار دیگه سعی میکنه که شرط برای اینجا بده برای تونونو بالا بالا سرش پنه بزن پار بون نمیده شرط کوچه که زیبا پار جیزا میکنه یک بار دیگه زیگیم دو پسیش گرم چکه مچه پا یک لحظه سر بند و برو خواهی نه اوه اوله نقش شیرونه شده این علی آجرا اگه چیز هم برد نقش چرا آوردی از خونه؟ ما چی میدونم؟ باعث اوه من نسی باید دهل اینو سرویس کنم به چرا یک خواهی فیلم بگیریم مای من خراب شه؟ نه بگیریم کلا بذارم نه نمیخوام برو جورابتو درست کن نه این من که میدونم لیز نخوری با جا با لباس من بدبخت نگیری دوگما بدبخت میشم تو عبد ای 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 و داور وسط فرنگی آزاده هر سر به سرش از اون سر به سر فرنگی آزاده کله کله و کله فرنگی آزاده یعنی دفاع میگیریم فهنو قوز میکنن ای بریک آخ بچه ایمه حالا دیگه الان نمیتونیم نارو اومد هفته تو هم خوشا ایسته بابا اه نزدی در مقام بشونه ها دستان حریف خودش کار میکنه یک بار دیگه سعی میکنه که شرایط برای اینجا بده برای یه خمه بار بون نمیده خدایی برم بچه تو یه خم یک بار دیگه زیگیری زیر دو قبل دیگه نمونده بود که ای 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 خون نمیده یا خدا یا بول میزنه گل دو امتیاز دیگه دو امتیاز دیگه حالا ببین اون سنجاق قفلیش تو کونت نره. نه کنده بابا کنده. سوزنش تو کونش مونده. غور کرد. غور کرد. میگه غور کرد. ماشاءالله. چه کرده؟ یه ماچش کن. همه شوکه. یه ماچش کن. خوش بدم میاد. میخوای گوش بدی؟ وای سلام گرفتی صدف. قهرمان این دوره از مسابقات چقدر کنده گرفتم که اینو بچسبونی اون پشت کنده من دیگه آها دست ماها میچسبوندی کنده افرای دیگه آها ماها تو چسبوندی سارا من نتونستم سه ساعتی رو درگیر بودن که اونو بچسبونم بس که بول میزدی اه بس که بول میزدی دارم کشتی میگیرم یه دفعه چسبوندم وقتی کشتی بودم آقا این شلوارا که من چی نداره سرش پشت چی تو سرت تو خدا بود خدا بود کارمون گرفت چی شد پشم موشه ساعت
2:13 دقیقه بامداد. جینگ. یه نفر فعلا از دور خارج شده. علی هم که داره شنا میکنه. علی هم که الان میگه که اوه چه حسه، ما داریم مثلا یک سری بحثای جدی میکنیم در مورد زندگی، بعد علی ها اینجوری میکنه وسط کار. چقدر اینا باحاله، من احساس میکنم دارم با اینا شنا میکنم. علی واقعیت گفتم واقعا هر دام سر آرامش میگیری به خدا. از دست رفته این قیافه فندق و فقط. بله بله الان تو جا انداختی سامی؟ و دم پایی گذاشته زیر پاش. یعنی کار میکنی مثلا تو صحرای کربلا آوردن خوابوندنش. اینجا خوابوندن که خواستم به همه باشه. تو دیوونه ای، تو این همه از سر شب داری میگی فلان بیسار. من بالشم گوشه اونجا بر دکور دم پایی گوشه سیر احتیجی اون ندارم، دم پایی خودم رو میدارم واسه خودم خیلی راحته. بعد اونم تو علی هم مثلا جا انداخته اینجا. تو هم جا انداختی علی؟ آه من تنها کسی که جاش خوبه اینجا فکر کن صندوق. من میرم پیش کتی. کتی خوابی؟ نه با بیداده داره با موبایل باز میکنه. نمیدونم چرا نمیاد بالا. بیا بالا اینجا ببین چقدر جای همه خوبه. بله بیا جا بندازی فلات چند. واقعا میگی؟ آره نمیخوای اینجا بیای؟ آسیسم منگی تو نمیخواستی با سامی بخوابی؟ بابا من نفهمیدم بالاخره این میگه حالت خوب صدا چقدر به خدا اینا پر خود آینه آینه آبگوره آینه آینه آبگوره آینه آینه آبگوره آبگوره آینه آبگوره چیه؟ خود خود پر رو پر رو آبگوره دیگه چیه؟ آبگوره آینه همه اینا یه بابا فندق من دو داره چون من قدم اینو ماچ کنم. نه 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 خدا رو ببخشید جون منی. آقا چی شد صدف تو چون بودی؟ والا من برنامه هم بود پیش سارا بخوابم. نمیدونم شما ها یه ها برنامه تون عوض شد یه ها. انقدر که تو گفتی من میخوام پیش علی بخوابم، من دیگه گفتم خب منم میرم پیش سارا دیگه. نگاهشون کن.